نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقلاب و آخرین دستاوردهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که امروز میزبان فرمانده کل سپاه سردار سلامی بود. بخشی از فناوری‌هایی که طراحی کردیم فناوری EMDR هست که به منظور تشخیص موج گرفتگی و درمان اونها به کار میره. در حوزه استفاده از ویروس‌ها در درمان بیماری‌ها داره فعالیت می‌کنیم. دو تا محصول رو داره روش در حقیقت تحقیقات انجام میدیم. یک ویروس‌هایی که بتونن میکروب‌های مقاوم به آنتی بیوتیک از بین ببرن و ویروس‌هایی که بتونن سلول‌های سرطانی رو به طور هدفمند هدف بگیرن و از بین ببرن، که این علم در مرکز ویروس شناسی الان توسعه پیدا کرده، به خوبی روی حیوانات آزمایشگاهی جواب داده و آماده در حقیقت روی استفاده در بالین هستش برای کسانی که به آنتی بیوتیک پاسخ نمیدن. محصولاتون بیشتر در حوزه جایگزین‌های بافتی هست، مثل جایگزین‌های بافت استخوان هست، پوست و همینطور اعصاب هست. نماینده ولی فقیه در این دانشگاه میگوید این پیشرفت ها کار جوانان انقلابی است. دانشجویان ما بیشتر با این نگاه تربیت میشن که اینها اول پاسدار باشن و بعد به عنوان حرفه پزشکی بتونن به جامعه خدمت بکنن. سردار سلامی در خصوص تحریم های آمریکا بر حوزه پزشکی و علمی ما هم گفت هرچند تحریم های آمریکا بر حوزه علمی و پزشکی ما وجود دارد، اما این خود سبب پیشرفت ما در این حوزه شده. دلیل اون این هست که ما مجبور میشیم به ظرفیت های داخلی خودمون رجوع کنیم، اون استعدادهای نهفته در درون ذهن جوانانمون رو شکوفا کنیم. این دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله تنها گوشه ای از توانان جوانان کشورمان است، حرکتی که میتواند آغازگر گام های بلند در حوزه پزشکی کشور باشد.